بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. امید که سلطه افیت کامل داشته باشیم و یک روز خوب و خوش را آغاز کرده باشیم. دیده می دست های گذاشته ما دست امروزی ما مخشل شبر دیازی سنفران ها مازلات یک مجلی درجه در هم است که شما می تین ویدیو های مرسی یک خیلی تو جنر پانتون دنبال کنید. تمام ویدیو های ما در اینجا اپلود شده که لکچر چند در ماست 53 ما یک نیم لکچر بتونیم پیدا کنیم که مازلات یک مجلی درجه در هم که لکچر چند در میشه 53 ما. خب دیده می دست گذاشته ما که دست گذاشته ما چپتر ششم خلاص کردیم. دست چپتر ششم ما در اونجا با پایان رسید. شما میتونید سوالای اخیر فصل در اونجا حل کنید. در هر قسمت که مشکل داشتین در قسمت کامنت ها ما شریکش بسازیم. ما اونجا دیدم مشکلات شما رو حل میکنیم. سوالای آخر فصل حل کنید. سوال خوبی است. در بسیاری سوال است پیش ما پرسان خواهد شد. خب فصل هفتم شروع میکنیم. فصل هفتم معادلات یک مجهولی درجه دو. قبل از اینکه ما معادلات رو کار میکنیم معادلات چی میگه؟ سیستم مناسبیه. فرض مثال قبل از کار میکنیم میگفتیم x جمع 4 میگفتیم 2x جمع 4 مساوی به 0. یک معادله درجه یک چون توان متحول ما یک است. اگر توان متحول ما دو باشه چی میشه؟ درجه دوم میشه. فرض مثال x مربع یک نشته میکنم مثبت 4x منفی 2 مساوی به 0. توان متحول ما دو سیا x مربع منفی 2 مساوی به 0 یا x مربع مثبت 4 مساوی به 0. توان متحول ما چیست؟ یا y مربع مساوی به 6 یا z مربع منفی 2z مثبت 3 مساوی به 0. این توان متحولی ما چند است؟ 2 اینجا 1 است. خیلی میگم چیست؟ معادلات یک مجهولی درجه 1 است. درجه 1 و یا درجه 2 درجه دوم است. یه معادلات درجه دوم است که در این درس خود مکار میکنیم به شکل یور کار میکنیم. خب در این درس جاتر موضوع ترکور کرده یک دو مثال است. دو مثال که سه مثال هستم مجموع که دو مثالش در مورد درس های گذاشتیم است. خب یک مثالش مربوط درس امروزی ماست و یک مثال دیگه مربوط درس های گذاشته است که مربوط معادلات دو مجهولی درجه یک است. یک مثال از خود از این معادلات که چی کرده حل میکنیم. در مرحله اول ما مثال سیوم رو براتون عرض میکنم. اول خب مثال اول است. مثال اول شروع میکنیم به شکل باز کار کردن میده. مرجو که چیزی که نیاز باشه به شکل هم تشریح میکنیم و هم کارش میکنیم. خب در مثال اول با ما گفته اگه یک تار داشته باشیم سوال عملی است. یک تار داشته باشیم به طول یک متر داریم. یک طول تار است. اینجا نشته میکنم. یه تایشه. L مساوی با 100 سانتی متر. یا یک متر دو و از آن یک مستطیل بسازیم. یک مستطیل ازش جور میکنیم. یک مستطیل از اوتا یک مستطیل جور میکنیم. که مساحت از او مساحت از این مستطیل مساوی به چقدر است؟ 600 سانتی متر مربع است. خب گفته طول عرضش پیدا کنیم به چی اندازه است. طول عرضی رو گفته پیدا کنیم که به چی اندازه میشه. گفته پیدا کنیمش. خب طول عرض از مستطیل پیدا میکنیمش. خب میرم ایمان سوالش کار میکنیم. دیتار داریم. ما دو رابطه در اینجا ضرورت داریم. خب یکی مساحت است. یکی ما دو مساحت داشتیم. یکی مساحت سطحی بود. یکی مساحت عمومی. مساحت عمومی طول ضرب عرض میگیم. طول ضرب عرض مساحت چی بود؟ مساحت سطحیش میشنیم این زول جمع زول جمع زول جمع زول که میشه 2x جمع 2y مساوی به 100 میشه. کل از تار جمع کنیم چه میشه؟ 100 سانتی متر میشه. 100 سانتی متر میشه. خب از این رابطه استفاده میکنم. من این شکل دوی خورتر رسم میکنم و سوال حل میکنم. خب این شکل فرض مثال من اینجا رسمش میکنم. اینی است. این رسم پیش ما خواستن که میشه میگیم y. این رسم پیش ما خواستن که x است. خب میگم مساحت سطحیشم ایریاشم گفتم مساحت است به 600 سانتی متر مربع. میگم 2x جمع 2y که مساحت سطحیش میشه AS میتونم بگویم میشه در کتاب بیان نکرد مساحت است به 2x جمع 2y مساحت به 100 و AA توتالش میشه AA عمومی که ما پیدا میکنم از طول ضرب عرض مساحت است به 600 سانتی متر مربع. 600 که مساحت میشه به x زد y
این دو رابطه را استفاده میکنیم و یک قسمتش استفاده میکنیم. این کار نداره. میگیم 2x جمع 2y مساوی به 100. x ضرب y مساوی میشه به چند؟ 600. مساوی میشه به 600. ما دست های گذاشتی خود میفهمیدیم. به چند شکل میتونیم سوال خود را حل کنیم؟ یک به شکل تعویضی بود. در این درس میتونیم به شکل تعویضی حلش کنیم. معادله را به یک از مجهولات حل میکنیم. خب اینجا که ما ساده بسازیم چی میشه؟ میشه 2x. خب اطراف تقسیم دو میکنیم، اطراف تقسیم دو میکنیم، چی هست میشه؟ x جمع y مساوی به 50. بخوایمش با x حلش کنیم، میگیم x ما مساوی میشه با 50 منفی y. میدیم مدل آزش میکنیم با جای x قیمتش 50 منفی y زرد تره y داره زرد است، مساوی میشه با 600. 600 y داخل خلاف زد میکنیم، میشه y در 50 میشه 50y منفی y مربع مساوی میشه به 600. مساوی میشه به 600. من اینجا رو پاک میکنم ولی نیاز نداری میره. میریم یک قسمت در بالا. اینه تو میبرم اینجا نشتش میکنم. خب جایشون ترتیب میدم. میریم منفی y مربع مثبت 50y مساوی میشه به 600. 600 طرف انتقال میده میشه اطراف انتقال به یک عدد منفی میده میشه y مربع منفی 50y. 600 دیست به منفی 600 اطراف در به یک عدد منفی شد نسبت 600. اینجا y رو داریم 600 نسبی به 0. یه رو به دو عدد تجزیه میکنم. من از درس های قبلی خاطر بخش تجزیه میفهمیم میشه به دو عدد باسته ضربشان 600 شما باسته جمعشان 50 شود. خب دو عدد میتونید تجزیه شود. میاش ببینیم تجزیه میشه. یعنی فرض مثال 600 میشه 60 ضرب دایما، 60 ضرب دایما میشه 600. 600 یا نمیشه، یا میتونیم بگوییم 20 ضرب 30. 2 ضرب 30 ما 6 2 صفرم خودش منفی 20 منفی 30 ما 50. کاملا درست است. میگه منفی 20 ضرب داره منفی 30 حاصل ضرب جان حاصل جمع شد منفی 20 منفی 30 منفی 50. منفی ضرب منفی ما مثبت 20 ضرب 30 ما 600 میشه y منفی 20 در حالت ضرب با y منفی 30 مساوی به 0. هر کدومش جدا جدا مساوی به 0. y منفی 20 مساوی به 0. y منفی 30 مساوی به 0. چرا جدا جدا مساوی به 0؟ مخاطر که یک از یا 0 است، یک از یا 0 است که او را هم 0 میسازه. هایده یک بخواهی پیدا کنیم y یک ما مساوی به 20 y دوی ما مساوی به اینه. هر کدوم از این رکوبات کنیم مدلی ما را صدق میکنه. هر کدوم از این رکوبات کنیم مدلی ما را صدق میکنه. مثال دو میشن میکنیم. مثال دومش این مثال اولش بود. مثال های نسبت عملیت. کتاب مکتب از دیگه سوال های اول درس صدق گرفتن. خب مثال دو. مثال دو. مثال دو. مثال دوم میبینیم چی گفتن؟ مثال دوم گفته یه عدد رو به دست دارید و منابع اندازه یه عدد 6 از خود عدد زیادتر باشد. اگه گفته یک عدد پیدا کنید که منابع از او با اندازه یه عدد 6 از خود عدد زیادتر باشد. اعتبارتان بگوییم میگه اگر عدد فرض مثال میگه پیدا کنید که منابعش کنید، منابعش کنید با اندازه 6 باید از خود عدد کرده زیادتر باشه. میگه منفی x میکنیمش منفی 6 میکنیمش از خود عدد کرده کوچکتر میشه مساوی به 0 میشه، حاصلشون 0 میشه، حاصلشون 0 میشه. خب حلش میکنیم میشه چه کلاس اینجا این ضریب که اینجا این 1 است، این ضریب اینجا این 1 است، این ضریب خودش 6 است. خب اینی را a میگن، اینی را b میگن، هر چیزی که ضریب x بود اینی را c است. این میشه a b و اینم c. خود شکل عمومی معادله درجه دوم چی است؟ ax مربع مثبت bx. خب مثبت منفی ax مربع مثبت منفی bx مثبت منفی c مثبت منفی c مساوی به 0. شکل عمومی معادله درجه دوم است. این شکل به یاد داشته باشین. هر چیزی که از پیشتون پرسیدم سوال سیما من حل نمیکنم، از می طریقه شما کارش میکنین. خب ما این معادله رو بخوایم حل کنم، این معادله رو بخوایم حل کنم چی میشه؟
x مربع منفی x منفی 6 رو به 2 عدد تجزیه میکنیم. خب حاصل ضربشون منفی 6 شون، حاصل ضربشون منفی 6 به حاصل جمع شون یک شون، منفی 1. خب 3 ضرب دیم 6 میگیم منفی 3 ضرب داره مثبت 2، منفی ضرب مثبت ما منفی 3 ضرب دیم 6 چی میشه؟ منفی 3 و مثبت 2 منفی 1 میشه x منفی 3 به حال ضرب با x مثبت 2 مساوی با صفر، یک از یه مساوی هر دوی داریم مساوی با صفر قرار میدیم، x منفی 3 مساوی با صفر، x مثبت 2 مساوی با صفر، این طرف انتقال میکنم، x 1 مساوی با 3 در نتیجه x 2 مساوی با منفی 2، مثبت 2 که طرف انتقال کنم حالا میشه تغییر میکنم منفی 2 میشه. خب در دسته بعدی یه قاید مختلف دیگه در کار میتونیم که طریق دلتا پیش میاد که دلتا مساوی است با پی مربع منفی 4 ای سی. از این طریق هم سوال رو باز کن خود که دیگه شما خوب تر بفهمید که باز آخر x1 x2 ما یا قیمت x1 x2 ما مساوی میشه با منفی b مثبت منفی جدد دلتا و 2a از اینجا قیمت x1 x2 ما پیدا میشه. در دسته بعدی رو خود کار کردیم. خب این بود دست امروزی ما، امروز که از این چیز را مخته باشین تا دسته بعدی خدا حافظه. ناصرتن وقت خوب خوش داشته باشین.